بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم سلام بر شما، به مجموعه خبری این ساعت نور خوش آمدید. نخست سرخط خبرها. رئیس شورای عالی صلح نقش جوانان را در تامین ثبات در کشور برجسته عنوان کرد. او از دولت خواست که به درخواست های مشروع مردم گوش دهد. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت اعضای دو گروه هراس افغان در کشور خبر داد. مسئولان امنیت ملی میگویند افراد یکی از این دو گروه قصد ترور استاد عبدالرب رسول سیاف را داشتند. و ناتوانی آتش نشانان در مهار آتش سوزی گسترده در والنسیا در شرق اسپانیا. گفته می شود آتش سوزی از والنسیا به نقاط دیگر هم سرایت کرده است. امروز دوشنبه 12 سرطان سال 1391 خورشیدی برابر با دوم ماه جولای 2012 میلادی است. مشروع خبرها. سرپرست جمعیت اسلامی و رئیس شورای عالی صلح نقش جوانان را در تامین ثبات در کشور برجسته دانسته از دولت خواسته است که به درخواست های مردم گوش دهد. وی هشدار داده است که تحت هیچ شرایط با خواست های مردم افغانستان معامله نخواهد شد و به ارزش های جوانان احترام گذاشته می شود. محمد منصوریان گزارش می دهد. صلاح الدین ربانی، سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح، شماری از اعضای شورای ملی و برخی از رهبران سیاسی کشور در نخستین جرگه ملی صلح جوانان افغانستان که در خیمه لوی جرگه در کابل برگزار شده است حضور یافتند. بیش از 1700 جوان از سراسر کشور نیز در این جرگه که برای 3 روز ادامه خواهد یافت اشتراک کردند. صلاح الدین ربانی، سرپرست جمعیت اسلامی افغانستان و رئیس شورای عالی صلح که در روز نخست این جرگه صحبت می کرد، نقش جوانان را در تامین صلح و ثبات در کشور برجسته دانست و از آنان خواست در این راستا تلاش جدی کنند. من امروز در جمع شما با جرأت میگویم که در شورای عالی صلح خود را نماینده شما جوانان میدانم. به همین دلیل انتظار من از جوانانی که قربانیان اصلی منازعه بوده اند این است که در راستای صلح در کشور بسیج شوند. شما جوانان به عنوان قشری آگاه و دلسوز در راه جلوگیری از پیوستن نسل جوان به کانونهای ترور و دهشت افغانی می توانید گامهای وسیع بردارید. رئیس شورای عالی صلح افزون بر مداخلات خارجی، بیکاری، فقر و عدم آگاهی را از عوامل جنگ در کشور دانسته، از دولت خواست برای برآورده ساختن خواسته های مشروع مردم اقدام جدی کند. از دولت افغانستان می خواهیم که گوشش را برای شنیدن خواستهای مشروع اقشار مختلف مردم باز کند و در راستای عملی سازی و تحقق خواستهای مردم گامهای عملی بردارد. بی‌توجهی به خواستهای مردم در 10 سال گذشته برای ما هزینه های سنگین را تحمیل کرده است و باید بیشتر از این فرصت ندهیم که دشمن از این وضعیت استفاده کند و از ما قربانی بگیرد. مردم دیگر نمی خواهند که دولت تنها به اعتراض آنها گوش بدهد و گامی در راستای رسیدگی به خواستای آنها نبردارد. وی حمایت مردم از تلاش‌ها در راستای تامین ثبات در کشور را عامل اصلی موفقیت شورای عالی صلح عنوان کرد. یقین دارم جوانان پویا، آگاه و وطن دوست می توانند نقش مهمی را در تحولات و اصلاحات اجتماعی ایفا نمایند. همان گونه که در دوران جهاد و مقاومت برای آزادی و استقلال کشور بسیج شده ایم، امروز نیز می توانیم برای تضمین فردای یک افغانستان متحد و توسعه یافته در صف صلح بسیج شویم. همان گونه که رهبری فقید جهاد و مقاومت و شهید صلح افغانستان تاکید داشتند، تلاش های ما زمانی می تواند به ثمر برسد که پشتیوانه قوی حمایت مردمی را با خودش داشته باشد. رئیس شورای عالی صلح هشدار داد که تحت هیچ شرایطی با خواستای مردم افغانستان معامله نخواهد شد و به ارزش‌های جوانان احترام گذاشته می شود. عده‌ای از سر دلسوزی ابراز نگرانی می کنند
که شاید روند کنونی صلح برخی دستاوردهای را از ما بگیرد و برخی دیگر جوانان به خصوص خواهران ما را از این پروسه میترسانند. من میخواهم تأکید کنم که ارزش‌هایی را که تسجیل کرده ایم از دست نمی‌دهیم و با آن معامله صورت نمی‌گیرد. در صلح هیچگاه ما و شما بازنده نخواهیم بود. گفتنیز رئیس شورای عالی صلح پس از سخنرانی در جرگه صلح جوانان افغانستان به عربستان سعودی سفر کرده است تا حمایت این کشور را از روند مذاکره با مخالفان مسلح دولت جلب کند. جرگه ملی صلح جوانان کشور برای نخستین بار با حضور بیش از 1700 تن از جوانان سراسر کشور در کابل به کار آغاز کرده است. رئیس دارالانشای جرگه ملی صلح جوانان هدف از برگزاری این جرگه را زیر یک چتر قرار گرفتن جوانان سراسر کشور و سهیم شدن آنان در مسائل مهم کشور عنوان کرده است. در همین حال معاون دوم ریاست جمهوری کشور نیز با فرستادن پیام این جرگه را به دلیل حضور جوانان در آن در تامین ثبات مبارزه با فساد اداری مؤثر دانسته است. باز هم محمد منصوریان گزارش می‌دهد. زمره باهر رئیس دارالانشای جرگه ملی صلح جوانان این جرگه را گرد همایی مدنی می‌داند که به منظور جمع شدن جوانان سراسر کشور در زیر یک چتر برای بررسی مهمترین مسائل کشور برگزار شده است. وی تاکید کرد که این جرگه به همکاری بیش از 100 نهاد ایجاد شده که اعضایان به هیچ جناح سیاسی وابسته نیستند. رئیس دارالانشای جرگه ملی صلح جوانان افزود قرار است در پایان کار این جرگه به هر یک از اعضای این جرگه تقدیرنامه داده شود و آنان لقب سفیران صلح را نیز دریافت خواهند کرد. قرار است 1700 جوان که در این جرگه اشتراک کردند در 20 کمیته کاری به مدت 3 روز در مورد موضوعات مذاکره با مخالفان مسلح دولت، مبارزه با فساد اداری، چگونگی حضور نظامیان امریکایی پس از سال 2014 میلادی، بیکاری و مشکلات تحصیلی جوانان بحث کنند. 1700 نماینده جوانایی که از سراسر افغانستان به جرگه ملی صلح جوانان افغانستان اشتراک دارند، ما بر هم از اینا در ختم جرگه تقدیرنامه در نظر گرفتیم و تک تک جوانا را، هر یک جوانا را به صفت سفیر صلح معرفی میکنیم. در همین حال محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری کشور با فرستادن پیامی از این جرگه اعلام حمایت کرده و نقش جوانان را در تامین صلح و مبارزه با فساد اداری در کشور مهم و برجسته دانسته است. خوشحالم که امروز ما شاهد یک نشست و جرگه مهمی از سوی جوانان کشور هستیم. اهمیت این جرگه در این است که ابتکار آن به دست جوانان بوده و حرکت و سهمگیری آنان را در راستای حل مسائل و چالش‌های کشوری از آن جمله تأمین صلح و امنیت، مبارزه با فساد اداری، کاهش گراف بیکاری و مسائل دیگری از این دست نشان می‌دهد. از سوی هم شماری از اشتراک کنندگان این جرگه نسبت به نتایج آن ابراز خوشبینی می‌کنند. اگر جوانان صادقانه کار بکنند انشاءالله بدون نتیجه نخواهد بود. واقعا بسیار خوشحال هستم، چرا که جوانای ما میتونه واقعا درد خود از این طریق بر ملت خود، به گوش ملت خود برسانه که ما چی میخواهیم. من واقعا به این جرگه بسیار زیاد امیدوار هستم. خدا کنه که فیصله هایی که در این 3 روز میشه و قطعنامه‌ای که جوانا میده به خواسته جوانا گوش شنوا داشته باشند. 100% جرگه موافق است، کارایش موافق است، ولی یک مشکل است که بعد این جرگه وقت‌تر میشد. 10 سال گذشت از ما کس پرسان نکرد. نگرانی ما از این است که سیاست مدارا و که حرکاتی در تلاش ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان هستند از آدرس جرگه جوانان افغانستان در واقع با مهر صحیحی بر ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان نگذارند. جرگه ملی صلح جوانان در حال برگزار شده است که اخیراً تلاش‌ها در راستای تامین صلح و مذاکره با مخالفان مسلح دولت افزایش یافته است. ریاست عمومی امنیت ملی میگوید پاکستان برای حمایت از گروه‌های هرات افغان در افغانستان حملات راکتی و جبهه‌ای را به راه انداخته است. معاون سخنگوی این ریاست همچنان از بازداشت یک گروه که قصد ترور استاد عبدالرب رسول سیاف را داشتند خبر داده است. او افزوده است که هفتنی دیگر که قصد راه اندازی حملات زنجیره‌ای در کابل را داشتند نیز بازداشت شدند. شرح بیشتر از عبدالله بصیر.
بر مبنای گزارش ها از یک ماه بدین سو برخی از ولسوالی های ولایت های کنر و نورستان از خاک پاکستان آماج حملات راکتی قرار می گیرد. پیش از این نیز ساکنان مناطق مرزی ولایت های کنر، ننگرهار و نورستان شاهد شلیک صدها راکت از خاک پاکستان بر مناطقشان بودند. در همین حال شفیق الله طاهری معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت پاکستان حملات راکتی و جبهه‌ای را بر ولایت‌های نورستان و کنر راه اندازی کرده است. طاهری افزود پاکستان از این حملات به عنوان پیشزمینه برای حمایت از گروه‌های هراس افغان پس از سال 2014 میلادی در افغانستان استفاده می‌کند. پاکستان به خاطر اینکه یک پیشزمینه سازی کرده باشه، بستر سازی کرده باشه برای حمایتش از گروه های افرادگرا و تروریستی در منطقه و خاصتا در افغانستان بر بعد از سال 2014 اینی حملات راکتی و اینی حملات جبهه‌ای را با موجودیت اتباعی پاکستانی در داخل افغانستان سازماندهی میکنند. معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی همچنان از بازداشت یک گروه 8 نفری که قصد ترور استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی و عضو مجلس نمایندگان را داشتند خبر داد. موظفین ریاست عمومی امنیت ملی یک گروه 8 نفری را به شمول 2 تن افراد انتحاری وابسته به شبکه سراج الدین حقانی که قصد حمله انتحاری و تهاجمی را به جان شخصیت دینی، ملی، علمی، سیاسی و رهبر بزرگ جهاد و مقاومت ملت افغانستان محترم پروفیسور استاد عبدالرب رسول سیاف را داشتند شناسایی و به موقع دستگیر نمودند. یکی از سمبول هایی که میتونه ملت ها را جمع بکنه شخصیت های اون ملت است. متاسفانه میبینیم که در طول یکی دو سال چه تعداد از شخصیت های خوب و بزرگ و مهربان و معتبر ملی ما را تروریست ها از ما گرفتند. معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی کشور گفت 7 هراس افغان مربوط به شبکه حقانی که قصد راه اندازی حملات زنجیره‌ای در 5 نقطه شهر کابل را داشتند نیز بازداشت شدند. حملات زنجیره‌ای شبکه حقانی که در پاکستان طراحی شده بود و قرار بود در ساحات میدان هوایی کابل، مهمانخانه نیروهای آیسر، استر محکمه، موتر عملی محبس پلچرخی، بیز اردوی ملی واقع ده سبز توسط نیروهای امنیت ملی دستگیر و خونسا گردید. این در حالی است که وزارت خارجه کشور روز یکشنبه هشدار داد اگر مسئله تهدیدهای مرزی کشور از خاک پاکستان از راه گفتگو رفع نشود این قضیه را به شورای امنیت سازمان ملل متحد محول خواهد کرد. بانک جهانی پیش بینی کرده است که افغانستان از اکنون تا سال 2025 میلادی سالانه 4.7% رشد اقتصادی خواهد داشت. بانک جهانی نوشته است در صورتی که بخش زراعت و معادن به پیشرفت‌های خوب نائل شوند ممکن است که رشد اقتصادی افغانستان به 6.7% افزایش یابد. رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های اشتغال، انکشاف و تأمین امنیت در دراز مدت در مرکز توجه دهه تحول قرار دارد. به گفته بانک جهانی حتی اگر رشد اقتصادی 6% در سال باشد 22 سال را در بر خواهد گرفت تا عواید ناخالص داخلی سرانه افغانستان 2 برابر شود. عواید ناخالص داخلی سرانه در سال گذشته در افغانستان $528 بوده است. 3 سرباز بریتانیایی دیروز از سوی فردی که لباس پلیس ملی افغان را به تن داشت در ولایت هلمند کشته شدند. وزارت دفاع بریتانیا امروز اعلام کرد که این سربازان بریتانیایی اواخر روز یکشنبه در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند هنگام دیدار با بزرگان محلی مورد تیراندازی قرار گرفتند. در اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا آمده است که این سربازان با یک گروه از افراد پلیس به یک شورای بزرگان محلی رفته بودند که یک فرد ملبس با یونیفرم پلیس بر آنان تیراندازی کرد. آیساف گفته است که فرد مهاجم زخمی و توقیف شده است. هنوز معلوم نیست که مهاجم پلیس است یا از لباس پلیس استفاده کرده است. در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان و خارجی در ولایت فرا 32 طالب مسلح کشته شدند. این عملیات که از 2 روز پیش به منظور پاکسازی ولسوالی گلستان ولایت فرا از وجود مخالفان مسلح دولت راه اندازی شده است
هنوز هم ادامه دارد. عبدالرحمن جوونده سخنگوی والی فراه گفت در پی تیر درگیری که شامی دیروز در ساحه بوجیبس ولسوالی گلستان فراه به وقوع پیوست، 32 طالب مسلح کشته شدند و افزود این افراد قصد سازماندهی حملات بر مراکز دولتی و تأسیسات عام المنفعه را داشتند. جوونده گفت در این درگیری به نیروهای امنیتی و ناتو آسیب نرسیده است، اما محمد غوث ملیار آمر امنیت فرماندهی امنیه ولایت فراه گفت دو سرباز ارتش ملی در این درگیری زخمی شدند. با این حال طالبان ادعا کردند که در این درگیری 4 سرباز ارتش ملی کشته شدند. افراد مسلح ناشناس تعمیر یک مکتب متوسطه را در ولسوالی کهسان هرات آتش زدند. در این حادثه که شام دیروز در منطقه قدوس آباد ولسوالی کهسان هرات صورت گرفت، تمامی اسناد و مدارک موجود در اداره مکتب آتش گرفته است. بصیر احمد طاهری رئیس معرف ولایت هرات گفت تا اکنون انگیزه این عمل روشن نشده است و افزود بررسی در زمینه جریان دارد تا عاملان این رویداد شناسایی و گرفتار شوند. گفته می شود با آتش زدن این مکتب بیش از 500 دانش آموز از داشتن صنف درسی محروم شدند. مقام های ولایت پکتیا می گویند از اثر حملات هوایی نیروهای ائتلاف بر مناطق تیری و اوچغرک شهر گردیز مرکز این ولایت 8 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. عبدالرحمن منگل معاون والی پکتیا گفت مخالفان مسلح دولت صبح امروز هنگام هدف حملات هوایی قرار گرفتند که در جنگل جلغوزه پنهان شده بودند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. مسئولان امنیتی ولایت خوست میگویند نیروهای امنیتی افغان و ناتو شب گذشته در عملیات در ولسوالی صبری این ولایت 3 تن را به اتهام دست داشتن با طالبان بازداشت کردند. محمد یعقوب سرپرست فرماندهی امنیه خوست گفته است افراد بازداشت شده در حال حاضر تحت تحقیق نیروهای ناتو قرار دارند. مخالفین مسلح دولت در این باره چیزی نگفتند. اتحادیه کوپراتیف های دهقانان افغانستان از روز جهانی کوپراتیف ها بزرگداشت کرده است. شمار از کشاورزان در کشور کمبود ماشینالات زراعتی، نبود ظرفیت کاری و نبود زمینه های آموزش مسلکی برای دهقانان را از چالش های عمده عنوان کردند. ریاست عمومی اتحادیه کوپراتیف های دهقانان افغانستان در حالی از روز جهانی کوپراتیف ها بزرگداشت کردند که نبود ظرفیت کاری، عدم دسترسی کشاورزان به وسایل و تجهیزات زراعتی و عدم رشد ظرفیت های آنان از نارسایی های عمده در 10 سال اخیر عنوان می شود. سید اعلی هاشمی رئیس عمومی اتحادیه کوپراتیف های دهقانان افغانستان در مراسم بزرگداشت از روز جهانی کوپراتیف ها که در ولسوالی گلدره ولایت کابل را اندازی شد، از دهقانان خواست با افزایش سطح محصولات زراعتی ظرفیت تولیدات زراعتی خود را متناسب با نیازمندی های کشور ارتقا بخشند. از سوی هم رئیس عمومی اتحادیه کوپراتیف های دهقانان افغانستان از دولت، وزارت زراعت و مالداری و کشورهای کمک کننده درخواست کرد و مشکلات کشاورزان رسیدگی کنند. شورای مرکزی اتحادیه کوپراتیف های دهقانان با درک این واقعیت از ریاست محترم دولت اسلامی افغانستان، وزارت محترم زراعت و مالداری کشور، مالداری کشورهای کمک کننده، دونرهای خارجی با احساس مسئولیت عمیق و جدی در برابر دهقانان کشور عزیز که دارد تقاضا به عمل می آید تا در رفع مشکلات دهقین در تمام عرصه‌ها از هیچ نوع کمک و یاری دریغ نوازد. در این حال ولسوال گلدره نبود وسایل و تجهیزات زراعتی، کمبود یا با تأخیر در کمک های وزارت زراعت و مالداری را از مشکلات عمده دهقانان ولسوال گلدره ولایت کابل عنوان کرد. مردم ما با تراکتور با ماشین‌آلات زراعتی به ازدواج ضرورت دارند و ما این خواهش رو از شما میکنیم که انگور ما، سیب ما، آلوی ما، چارمغز ما، بادام، کل در سوالی گلدره، این از جمله حاصلات مردم گلدره است. ما این خواهش از شما میکنیم که این را به کشورهای خارج از افغانستان قرارداد زیر پیدا بکنه و این قرارداد بکنه و این مردم محصولش به طور خوب فروخته شود و این مردم از مشکلات خلاص شود. از سوی هم شماری از کشاورزان ولسوالی گلدره از تأخیر در کمک های وزارت زراعت و مالداری اظهار نگرانی کردند. از دولت خود خواهش میکنیم که هر چیزی به وقت میادش به ما بده. در غیر از او یک چیزایی که حالا بعد از وقت میه
فایده نداره. ما با ترکتور ضرورت داریم، دولت با ما ترکتور نداد، با ماشینات دواپاشی و ادویه‌پاشی و کود کیمیایی و آب زراعتی و چیزا ضرورت داریم. دولت دست قصه ما مردم دقیقین ولسوالی گلدر نیست. کمک هایی که میشه از طرف وزارت زراعت باید در وقت زمان شود تا زیادتر مصر واقع شود بر مردم ما، و از سردخانه ها باید باشه در ولسوالی گلدر، و میوجات ما باید رشد پیدا کند و ممالک خارج بازار تجارتی پیدا کنه تا به نفع مردم گلدره و بالاخره به نفع مملکت ما تمام شود. گفتنیست اتحادیه کوپراتیو های دهقانان افغانستان 300 بیل و 400 داس وطنی به کشاورزان ولسوالی گلدره توزیع کرده است. شهرداری کابل برنامه نامگذاری جاده ها، کوچه ها و تعیین نشانه ها برای آدرسیابی در پایتخت کشور را آغاز کرده است. شهردار کابل میگوید قرارداد این پروژه که سال گذشته با شرکت مخابراتی افغان بیسیم امضا شده بود، قرار است تا یک سال دیگر تکمیل شود. محمد جونوس نونده شهردار کابل روزی دوشنبه در مراسم آغاز برنامه نامگذاری جاده ها و کوچه های پایتخت کشور گفت این پروژه که جاده ها و کوچه های سراسر شهر کابل را در بر می گیرد از سوی شرکت مخابراتی افغان بیسیم تمویل می شود. نوندش افزود آغاز این پروژه قرار است از ناحیه دهم تا ناحیه چهارم شهر کابل را در بر گیرد. از ناحیه ده شروع کردن، ناحیه چار و بعدن به نواحی دیگه، بروی نقشه تمام خانه های پلانی و غیر پلانی هر کسی که در شهر زندگی میکنه باید همونطور که باید خدمات شهری را بپردازه، باید برش خدمات هم ارائه شوه. به این خاطر ما همه از خانه ها را اینا در روی نقشه ثبت کردن و بعدن ما در صدد ازی شدیم که بر ازی خانه ها آدرس بتیم، ولی برای ازی مسلمان یک مقدار بودجه ضرورت بود که ما این کار میکردیم. ما قسمی که گفتن در ماه جدی سال گذشته قراردادی را به خاطر اینکه با افغان بیسیم امضا کردیم، افغان بیسیم آماده شد همه هزینه این پروژه را متقبل شود. و گفته شهردار کابل پروژه نامگذاری جاده ها و کوچه های پایتخت کشور دو سال ادامه مییابد و تمام ساحات شهر کابل را در بر خواهد گرفت. من انتظار دارم که انشالله در طی به اساس برنامه ما باید در دو سالی تکمیل شود. امیدوار هستیم که بتانیم در دو سالی را تکمیل بکنیم و قسمی که شما میبینین کار پروژه در حال آغاز شدن هست و بعد از او هر کسی از هر جایی از افغانستان یا بیرون از افغانستان به آدرسی خواسته باشه نامی یا چیزی را روان بکنه یا به کسی آدرسی را بده که در کجا باید مراجعه بکنه، این خانه ها همگی صاحب آدرس خواهد بود. در شروع هر کوچه نوشته میشه که در اینجا کدام خانه ها از کدام نمره تا کدام نمره وجود داره. این کار به خاطر ازی شده که به خاطر پالیدن یک نمره یا یک خانه سرگردانی زیاد ایجاد نشوه. در شروع کوچه شما میتونین ببینین خانی را که میخواین دو برین آیا آدمی داخل می کوچه هست یا نیست. در همین حال عبیدالله رامین رئیس کمیسیون محیط زیست مجلس نمایندگان گفت عمل شدن این پروژه در شهر کابل بر وضعیت محیط زیست تاثیر مثبت خواهد داشت و تراکم ترافیک در شهر را کمتر خواهد کرد. زمانی که ما میگیم که جاده های ما نشانی شود و خود از این آدرس ها با آسانی زمینه کم ساختن تراکم غیر عملی را در جاده ها کم می سازه، یعنی ترافیکی که آدرسی را نمی دانه سرگردان می گرده بسیار با آسانی یک آدرس را پیدا می کنه. از یک طرفی که تأثیر اقتصادی داره هدفتان زودتر نمی رسه. شما در یک جاده وقتی که یک ترافیک به شکل سرگردان رها بکنین به معنای عزیز نیست که تنهایی که دو بخش یا سه بخش دیگر را آسیب نرسانده، بلکه خود فضای و محیط آسیب رسانده و محیط زیست ما را تخریب کرده. نامگذاری جاده ها و کوچه های شهر کابل در حالی آغاز شده است که نبود نام بر سر جاده ها و کوچه های این شهر همواره مشکلاتی را برای ساکنان پایتخت و افرادی که از سایر ولایات به کابل می آیند ایجاد می کرد.
این هم چند رویداد مهم از جهان. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در دومین روز آغاز دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران گفت امریکا و اتحادیه اروپا با تداوم رویکرد فشار و تحریم از طریق تحریم‌های اخیر عملا امنیت انرژی و تعادل بازار جهانی انرژی را در سطح بین المللی تهدید کردند. آقای مهمان پرست امروز گفته است امریکا و اتحادیه اروپا در قبال این اقدام غیر مسئولانه خود باید پاسخگوی سیاست‌ها و موازنه باشند که بر بحران اقتصادی دنیا تأثیر گذار خواهد بود. او این تحریم‌ها را یک جانبه و فاقد مشروعیت و مغایر قوانین بین المللی از جمله اصول تجارت آزاد دانسته و گفت امریکا و اتحادیه اروپا علاوه بر پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک این اقدام باید آماده رویارویی با مشکلات چون تشدید بحران مالی و اقتصادی و گسترش اعتراض‌های اجتماعی باشند. دوره تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا از روز اول ماه روان میلادی علیه واردات نفت و ارتباط‌های بانکی با جمهوری اسلامی آغاز شده است. دیروز نزدیک به 300 معترض به دفتر کمیسیون انتخاباتی در شهر بنغازی لیبیا حمله کردند. مهاجمان اعضای گروه بودند که کرسی‌های بیشتر برای بخش‌های شرقی لیبیا در مجلس مؤسسان می‌خواست. قرار است هفته آینده در روز 17 ماه سرطان انتخابات مجلس مؤسسان لیبیا برگزار شود. شورای ملی انتقالی لیبیا در مجلس مؤسسان 101 کرسی برای طرابلس، 60 کرسی برای شرق لیبیا و 39 کرسی برای سایر بخش‌های این کشور در نظر گرفته است. این موضوع روز یکشنبه باعث خشم معترضان در شهر بنغازی شده بود. آنها با حمله به ساختمان کمیسیون انتخاباتی با کامپیوترها و اسناد موجود در آن آسیب رساندند. از دید معترضان مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا باید به خواسته های مردم شرق لیبیا توجه کند تا مانع خشونت های بیشتر بر سر نابرابری کرسی ها در مجلس مؤسسان شود. نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در مکزیکو از پیروزی اندریکا پنیانیتو نامزد مخالفان دولت حکایت دارد. بنابر آخرین خبرهای رسیده از مکزیکو، پنیانیتو نامزد حزب انقلاب نهادینه با 38% آرا پیروز انتخابات است. او با ابراز خوشنودی از موفقیت حزبش گفت که به وظیفه خود واقف است و مسئولیت سنگین هدایت کشور را که مردم بر عهده او گذاشتند قبول می‌کند. به این ترتیب حزب انقلاب نهادینه از قدیمی‌ترین احزاب مکزیکو پس از 12 سال برأس قدرت باز می‌گردد. پایان خبرها. از همراهیتان تشکر. خدا نگهدار.